در ماه رمضان امسال فرصت دیگری برای ما پیش آمد که معروف شد به موضوع فیش‌های حقوقی، دریافت‌هایی که برخلاف انصاف و عدالت بود. گرچه تعداد اینها از لحاظ عدد خیلی بالا نبود و اکثر قاطع مدیران ما پاک دست و پاک دامن هستند، اما متاسفانه این موارد موجب تأسف عمیق برای همه ما بود. مردم خداجوی ما در ماه مبارک رمضان که ماه تقواست، یکی از مطالبات به حق اونها اصلاح این نابسامانی ها بود. دولت در کنار دو قوه دیگر مصمم هست تا این مسیر را در راه خیر و صلاح و اون چه حق و قانون و عدل هست برساند، و این تأکید مقام معظم رهبری نیز هست. اما در اینجا بر یک نکته می خواهم اشاره کنم، و اون این که موضوع بالاتر از آن است که عده‌ای عزل شوند و برکنار شوند و عده‌ای حقوق‌های اونها تقلیل یابد. مسئله آن است که در فرایند مقررات و در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها متاسفانه ما دچار اشکال بودیم و باید این فرایند اصلاح شود. تا زمانی که ذی نفعی حق دارد برای منافع خود در جمعی حق رأی داشته باشد، این مشکل باقی خواهد بود. اونجایی که هیئت مدیره برای خود تصمیم میگیرد، اونجایی که مجمعی برای خود تصمیم میگیرد، اگر زینف و زینفان در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند و تأثیر گذار، این مشکل همچنان باقی خواهد ماند. مسئله دیگر مسئله شفافیت است. تا ابهام و تاریکی وجود دارد، سوء استفاده ها هم باقی خواهد ماند. برای حل این معضل علاوه بر اقدامات فوری که در حال انجام است، انشاءالله دولت هم در زمینه مسئله زینفعان هم در زمینه مسئله شفافیت لایحه‌ای رو آماده خواهد کرد و تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد نمود که شاید راه درمان اصلی بلند مدت برای این مسئله باشد. دولت علارغم اینکه در این مسیر اصلاح ممکن است با مقاومت‌هایی هم روبرو باشد، اما با حمایت مردم و با حمایت مقام معظم رهبری که ایشون همواره بر اصلاح نظام اداری تأکید داشتند، این مسیر تا پایان و دستیابی به هدف به حول و قوه الهی ادامه خواهد یافت و مردم ما هم همچنان مطالبه‌گر و پیگیر تا پایان این مسئله باشند انشاءالله.